خب عزیز دل، در ایران بودی، روز اول تو باید این بچه را می دیدی. باید همون وقت ایوای ای را می دیدی که تا دچار مشکل نمی شدی، از طرز لباس پوشیدنش، از طرز رفتارش، از طرز گپ زدن و رفتار، خب از همه طریق. عزیزان، یک چیز دیگه براتان می گویم، من خود من شخصا که می فهمم، خبر دارم در ایران زندگی بسیار برای افغانا مشکل است. افغان ها در اونجا که هستن بسیار زندگی یعنی دردآور دارن. در ایران من نمیفهمم که چرا اینا اونجا میشینن. به خدا از همو ایران همین زندگی در داخل افغانستان با طالب ها بشینن بهتر است. خب درست است که رفاه هست، گاز و نمیفهمم برقش درست است یا سرگاهش درست است. عزیزان مشکلات خودش داره، مکتب نمیمانه اگر بانم یک پول بسیار گزافی از شما میگیره. دو، من همین زخم زبان خودش یک بدترین چیز است که براتان میگه افغانی. یک شما از این شهر شما راحت از مشهد نمیتونین تهران برین، از تهران مشهد برین، باید برین یک برگه تردد میگه، یک نامه که من اینا را کلش از خواهرای ما اینجا نامه هایی دارم که اینا را بر من نوشته. این برگه تردد میگه ده هر پلیس رایی که ما برسیم، ده هر پاسگاه او را یک پلیس میبینه و میای خوب سر و پای ما را میبینه و ما را تلاشی میکنه و که چی میکنی، مثلا تهران میری چی میکنی، یا مشهد میری چی میکنی. عزیزان شما باور به خدا کنین، اگر شما در کشور خودتان باشین، این همی طالب که طالب است، درست است که طالب میگه تروریست است طالب، من کار به سیاست ندارم. من اینجا نامدیم که من بشینم از این بد بگویم و از این بد بگویم. کار ما یه است که ما در دیدله های بعض خواهرای ما را به بعض خواهرای دیگه ما برسانم. ما کار در این ندارم. طالب نو آمده، یعنی سالها هست که افغان های ما در ایران مهاجر هستن. عزیزان اینا دپورت میشن پس میرن، دپورت میشن پس میرن. آخه عزیزان، برادرای ما، خواهرای عزیز ما، من مشکل من درباره نامه سهیلا جان گپ میزنم، ولی بسیار دل من درد میکنه وقتی که میشنوم یک افغان شکنجه میشه یا زده میشه. یا خب این مقصر دولت ایران نیست، مقصر خود ما هستیم. میمان میگه یک روز، دو روز، سه روز، تمام سال همه تو میمان در خانه در آید، چه قچاقی بیاید، چه در قانونی در پاسپورت بیاید، پس نره. خب عزیزان مردم ایران خودشان هم دچار مشکل هستن با این رژیمی که الان هستش. تمام مردم ایران شکایت دارن از دولت خودشان، چون اقتصادشان بسیار پایین آمده، پولشان ارزشش از دست داده. در داخل ایران کس نمیتونه درست بیزنس هایش پیش ببره. یعنی یک زمان هایی بوده که مرغ کیلوی دو تومن بوده، حالا امو دو تومن شده 200 هزار. عزیزان سایکو چند برابر شده. خب این مشکلات که یک مملکت رو نمیگم، یک خانواده که در درون خانه مشکل داشته باشه، یک میمان هی بیایه، ما از ایران بد نگیم، ما از پاکستان بد نگیم، ما مقصر خود ما هستیم. چرا؟ چرا ما وطن نداریم؟ بامیانی ما، همه مردم بامیان که زیاد رفتن، همه دخترم که برای من نامه داده اصلیتش پدر مادرش از بامیان هست. عزیزان این دختر در ایران به دنیا آمده ولی ایرانی نیست، چون هیچ مدرکی از ایران نداره. یک کارتک بر از اونا میتونه مثل همی گرین کارت امریکاست، ولی او گرین کارت امریکا، خب ما یک امریکایی میشیم که تمام امریکا رو ما با اون گرین کارت میگردیم، ولی او گرین کارت فقط نمو شهر کار میکنه که تو در داخلش کارگری میکنی، جان میکنی. عزیزان من درست است که چند وقتی مردم ها خیلی طرف اروپا راه میارن، طرف ترکیه میرن، یونان میرن، پاکستان و هندوستان میرن. بازم عزیزان تلاش کنین تا میتونین، اگه میتونین در کشور زندگی کنین در کشور زندگی کنین، اگه نمیتونین از ایران براین و خدا آواره و دربدر میشین، سالها در اون کشور پیر میشین. و خدا همی تمام دنیا که در اینجا هستن هم زیارت هایشان ها میرن، سربلند میگردن مثل آدم. وقتی که در خاک امریکا میدرایی، اینی میایی، تو میشه یک امریکایی. هر حقوقی که یک امریکایی داره توی افغان داری،
تو میشی یک امریکایی، تو هم مثلا میتونی هم سال دیگهش بری در ایران، بری در پاکستان، بری در هندوستان، بری کشور خودت ببینی، ولی در ایران توی حق نداری وقتی در یک شهر زندگی میکنی از او شهر برایی. اگر برآمدی دیگه نمیتونی پس داخل او شهر بیایی. عزیزان در او کشور چی دیدین؟ در او مملکت بانین که مردم در درد خودش بسوزه، او مردم درد داره زیاد، در سری مردم خودتان میمان زور زورکی نکنین. خب حرفای ما از نامه سریا جان بود که بسیار دلم درد داشت. عزیزان باز نامه را براتان میخوانم. گفتن که ما در اوج عروسی کردیم و کت شوهرم یک سال دو سال زندگی، یک سال و چند ماه زندگی کردم، دو سال گفته زندگی کردم. باز قشاقی آمدیم ترکیه. ترکیه که آمدیم ما ایراد خوش نداشتم، مدام ایرانم از هیچ خوشم از این نمی آمد، از رفتارش خوشم نمی آمد، بسیار بی تربیه بود، بسیار تو نزاکت یاد نداشت، مثل همه یک امو تو کلان شده بود، سواد درست نداشت، فقط هم خواندن نوشتن نمی فهمم که یک دو سال مکتب خوانده بود یا نخوانده بود. میگه پدر مادرش یک همین بچه را داشت، پنج دختر دیگه داشت. ما بسیار با این روزای سخت را سپری کردم در خانه پدرش که مرا لب میکرد، مرا میزد. همسینفی هاییم در من میگفت تو چرا از این بدرنگ طلاق نمیگیری؟ باز ما کت خود میگفتم اگر من از این طلاق بگیرم ما باز میمانم در مرا باز پدر و مادرم در که دیگه هم اعتراض میگه ایره. من میفهم پدر و مادرهایی که دخترهایشان طلاق میگیرن امی دستپایچه میشه که نکنه ای دختر در روی دست ما بانه ایره دعمود تو یک رقم دیگه دوباره میتن. خب عزیزان میگه که من فقط همی فکر داشتم که من رایی در ترکیه بیارم. همیشه ای هر شکت من بدی میکرد من را زاری میکردم که ترکیه بریم، از رو خارج بریم، هر دوی ما بچه دار میشیم، زندگی درست میکنیم. میگه هم یک بیمغز کرمغز خین قبول کرد. دیگه ما ترکیه قچاقی آمدیم.